احتمالاً برای شما پیش اومده که صبح زود وقتی میخواید برید سر کار ماشینتون استارت نخوره. وقتی میخواید استارت رو بزنید هیچ صدایی از ماشینتون شنیده نمیشه و واکنشی از ماشین مشاهده نمیشه. تو این زور مواقع هیچ چیزی به ذهن آدم نمیرسه و کلاً سردرگم میشین. اما بیایید ببینین تو این زور شرایط چیکار میشه کرد. سهار عامل مهم در استارت نخوردن خودرو نقش اساسی دارن. باتری، استارت، دینام و سویت. خب بیاین این سهارت عامل رو بررسی کنیم. اما قبل از انجام هر کاری اول فیوز ها رو چک کنید، چون ممکنه فیوز ها دچار سوختگی شده باشن. اولین عامل باتریه. اولین چیزی که شما باید در این شرایط چک کنید باتریه. یه روش ساده برای تشخیص تمام شدن باتری اینه که شما چراغای جلوی ماشین رو روشن کنید و به دقت این چراغا رو نگاه کنید. اگه شما فکر میکنید که این چراغا نسبتاً ضعیفه، احتمالاً باتری ماشینتون خراب شده. اگه هم یه دستگاه مولتی متر داشته باشین، میتونید ولتاژ باتری رو چک کنید. ولتاژ باتری ماشین هنگامی که خودرو روشنه در حالت ایدئال بین 13.7 و 14.7 ولت باید باشه، ولی زمانی که خودرو خاموشه باید حدود 12.6 ولت باشه. اگه کمتر از این مقادیر باشه یعنی باتری تموم شده. باتری ها عمری حدود 3 تا 5 سال بسته به نوع کیفیت باتری دارن. وقتی عمر باتری تموم بشه یا در حال تمام شدن باشه، در زمان سرما به اصطلاح میخوابه و نمیتونه انرژی لازم رو برای استارت تامین کنه. دومین عامل استارته. استارت در واقع یه موتور الکتریکیه. اگه در جایی گیر کردید که به تعمیرکار دسترسی ندارید، میتونید با زدن ضربه های آرام به روی بدنه استارت به طور موقتی مشکل رو حل کنید. استارت خودرو مانند سایر قطعات دچار خرابی میشه. گاهی اوقات تمام شدن زغال استارت، کثیفی استارت و گیر شدن زغال های اون، نقص در عملکرد موتور استارت، شکستگی و خرابی چرخنده های استارت، خرابی یاتاگان ها و ولبرینچ ها رخ میده. در هر صورت وقتی استارت خراب بشه شما نیاز دارید تا خودروتون رو به یه تعمیرگاه ببرید، چون در صورت بروز هر کدام از این خرابی ها استارت باید باز بشه و مشکل حل بشه. سومین عامل دینام یا آلترناتوره. شاید براتون این سوال پیش بیاد که دینام خودرو چه ارتباطی با استارت نخوردن ماشین داره. دینام یا آلترناتور عملیات شارژ باتری رو انجام میده. اگه دینام باتری رو شارژ نکنه یا اختلالی در روند شارژ اون پیش بیاد، باتری دشارژ یا به اصطلاح خالی میشه. در نتیجه شما به اشتباه فکر میکنید عمر باتری تموم شده، در حالی که دینام باتری رو شارژ نکرده. روش های تست مختلفی برای دینام وجود داره. برای این کار از دستگاه ولت سنس استفاده میشه. دستگاه های مخصوص هم به نام تستر دینام هست که باتری و دینام رو تست میکنه. یه روش ساده هم هست که به اسم تست بار دینام ماشین با چراغ‌های خودروه، که برای این کار خودروتون باید استارت بخوره تا تست بشه. برای انجام این کار شما باید چراغ‌های جلوی خودروتون رو روشن کنید و به میزان روشنایی چراغ‌ها دقت کنید. خودرو رو استارت بزنید. اگه میزان روشنایی تغییر نکرد احتمالاً دینام سالمه. چهارمین عامل سویچه. بعضی وقتا پیش میاد سویچ مغزی اون دچار مشکل میشن، که تو این حالت بیشتر سویچ حالت گیر کردن رو پیدا میکنه و به سختی باز میشه. مجموعه سویچ از یه مغزی سویچ و چند رشته سیم تشکیل شده. مغزی سویچ سه تا حالت داره: حالت بسته یا خاموش، حالت سویچ باز، حالت استارت زدن. عملکرد سویچ در حالت بسته مشخصه و هیچ عمل خاصی صورت نمیگیره. در حالت سویچ باز برق به پشت صفحه کیلومتر و برخی از قطعات و اجزای موتور میرسه. آخر مرحله استارت زدنه، که برق 12 ولت از سویچ به اتوماتیک استارت میرسه و خودرو استارت میخوره.
اگه سویت مغزی سویت یا سیمکشی ایراد داشته باشه خودرو روشن نمیشه. اگه سویت رو هم باز کردید و هیچ علامتی پشت صفحه کیلومتر مشاهده نشد، قبل هر چیز فیوزها رو چک کنید. اگه مشکل از فیوزها نباشه باید سویت و مغزی بررسی بشه. احتمال داره سوکت های مربوط به مغزی سویت از جای خودشون در اومده باشن. مشکلات مربوط به مغزی سویت گاهی اوقات رخ میده و بعضی وقتا به درستی عمل میکنه و بعضی وقتا هم کار نمیکنه. در صورت خرابی اگه خودتون نمیتونید مشکل رو پیدا کنید، باید به یه تعمیرگاه برق خودرو مراجعه کنید. استارت نخوردن خودرو بیشتر تو فصل‌های سرما اتفاق میفته و اگه خودتون نتونید مشکل رو حل کنید، از دستکاری بیشتر قطعات اون خودداری کنید. این 4 تا عامل از 3 دلایل استارت نخوردن خودرو محسوب میشن. ممنون از اینکه تا انتها این ویدیو رو تماشا کردید. اگه تا الان این ویدیو رو لایک نکردی، همین حالا این کار رو انجام بده و اگه اولین بارشه داری این ویدیو رو میبینی، دکمه سابسکرایب رو فشار بده. منتظر ویدیوهای بعدی از این کانال باشید. فعلا تا بعد.